نام خدا من امین سلایی هستم با آموزش مقدماتی نرم افزار برای طراحی رابط کاربری در خدمتتونم در این آموزش ما قصد داریم راهنمای کار با نرم افزار ادوب دی رو برای طراحی رابط کاربری در سطح مقدماتی بهتون آموزش بدیم قبل از هر چیز من یک نکته خیلی مهم و خدمتتون عرض کنم که نرم افزار ادوب دی بر روی ویندوز های نسخه ده و بالاتر از اون قابلیت نصب داره و روی ورژن 64 بیتی این ویندوز ها هم قابلیت نصبش موجود هست یعنی اگر ویندوزتون 32 بیتی باشه نمیتونید این نرم افزار رو نصب کنید خب من از قبل فایل نصب رو آماده کردم فقط کافیه بر روی سیتاپ کلیک کنین وارد محیط نصب نرم افزار میشید نصب خیلی راحتی داره منتظر میشیم تا فایل سیتاپ اجرا بشه خب فقط کافیه بر روی دکمه کانتینیو کلیک کنین تا فرایند نصب آغاز بشه خب بعد از نمایش موفق تمیز بودن نصب نرم افزار کلوز رو میزنیم و به همین راحتی نرم ما نصب شد خب از منو استارت میتونیم نرم افزار رو ببینیم و اجراش کنیم در درس های بعدی من راهنمای کار با منوهای نرم افزار ابزارها طراحی یک وبسایت و اپلیکیشن موبایل رو دارم و در انتها هم گرفتن خروجی و به اشتراک گذاری پروژه هامون رو بهتون آموزش میدم با من همراه به نام خدا در این درس به سراغ معرفی محیط کار نرم افزار ادوبی ایکس میریم. نرم افزار ادوبی برای طراحی یو آی و UX مورد استفاده قرار میگیره و ما میتونیم با استفاده از این نرم افزار طراحی رابط کاربری یک اپ موبایل و یا یک وبسایت رو انجام بدیم و نمونه کاملی از طراحی اپ یا وبسایت رو در انتها برای کارفرما نمایش بدیم. نکته مهم اینجاست که بدونید این نرم نمونه ای از طراحی رابط کاربری رو ارائه میده و قادر به انجام فرآیند کاربردی اپ یا وبسایت مورد نظرمون نیست. خب من وارد محیط نرم افزار میشم در صفحه ابتدایی نرم افزار یا صفحه هوم ما چند گزینه داریم خب قسمت سمت چپ این صفحه رو که ببینید ما قسمت نیو فایل رو داریم که برای ایجاد یک فایل جدید هست قسمت اوپن رو داریم که برای اضافه کردن پروژه‌ای که از قبل طراحی کردیم رو میتونیم از این قسمت داشته باشیم قسمت لرن هست که قسمت توضیحاتی راجع به نحوه استفاده با افزار رو داره که خب باید اتصال به اینترنت برقرار باشه که بر روی سایت ادوبی میتونیم این فایل ها رو بخونیم در قسمت فایل هم ما چند تا گزینه داریم که خب میتونیم بگیم برای فایل هایی است که ما از قبل طراحی کردیم یا با ما به اشتراک گذاشته شده یا لینک اون نوسار رو با ما اشتراک دادن و در قسمت دلت هم میتونیم فایل هایی که از قبل داشتیم رو حذف کنیم در قسمت وسط این نرم افزار هم ما یه سری آماده رو داریم که یک سری قالب های آماده رو داریم که برای اپلیکیشن های تلفن همراه، وبسایت ها، شبکه های مجازی و قسمت کاستوم سایز هم برای اندازه هایی که خب قاعده و قانون خاصی ندارن و شما اندازه دلخواه خودتون رو میخواید بذارید طول عرض مشخصی که خودتون دوست دارین و از استاندارد خارجه. خب من همین قسمت کاستوم سایز رو انتخاب میکنم تا توضیحاتی هم راجع به محیط نرم افزار بدم. در درس های بعدی من از پرست های دیگه استفاده میکنم و طراحی هایی رو انجام میدم باشون خب در محیط کلی نرم افزار هم میتونم بگم که به جز منوی بالایی که خب مشترک هست بین همه نرم افزارها ها قسمت فایل دید آبجکت یا قسمت های دیگه یک سربرگ مهم ما داریم اینجا سربرگ دیزاین پروتوتایپ شیر که برای طراحی اصلی هست در سمت چپ منوی ابزارها رو داریم در قسمت پایین سه تا گزینه داریم که برای پلاگین ها لایرز و کتابخونه‌ی افزار هست یک منوی هم در سمت راست محیط نرم افزار داریم که با انتخاب هر کدوم از جایی که ما طراحی میکنیم در نرم افزار قابلت های بیشتری رو به ما میده برای تغییر و استفاده از اون طراحی هامون در درس بعدی به معرفی جزئیات این ابزارها و منوها میپردازم با من امرو بشید به نام خدا در این دست به معرفی ابزارها و منوهای نرمافزار ادوبی میپردازیم در نرمافزار ادوبی مثل خیلی از های دیگه ما یک منوی کلی داریم این بالا که های مثل فایل ادیت آبجکت پلاگینز ویو ویندو و هلپ رو داره در سربرگ فایل ما گزینه های ساخت پروژه های جدید داریم افزودن رو داریم رینیم کردن ذخیره سازی خروجی گرفتن و از این دست در منوی ادیت هم سرای ادیت در های دیگه ما کلتهای های آندو، کات کردن، کپی کردن و امثال هم رو داریم. چند تا منو دیگه هم هست مثل آبجکت و پلاگین. خب پلاگین مربوط به پلاگین های این نرم افزار هست. خب در مباحث دیگه ما این رو توضیح میدیم اما در قسمت آبجکت مواردی رو میبینیم که مربوط به آبجکت ها و شی هایی هستن که ما در نرم افزار طراحی میکنیم. و الان غیر هستن چون ما رو در نرمافزارمون طراحی نکردیم قسمت ویو رو داریم که نوع نمایش نرمافزار رو داریم توش مثل زوم کردن یا دو برابر کردن تصویرمون و از این دست و در قسمت ویندو هم ما نمایش پروژه های جاری رو داریم که خب ما الان یک پروژه بینام رو داریم که اینجا میبینید قسمت هلپ هم که مثل قسمت هلپ همه نرمافزارهای دیگه توضیحات و راهنمایی ها رو راجع به نرمافزار داریم خب حالا که این قسمت ویندو رو گفتیم این هم خدمتتون عرض کنم که ما از همین قسمت میتونیم اسم این پروژه رو عوض کنیم تا اینجا همین در این قسمت هم این نام تغییر کنه خب فقط کافی بروش دوباره کلیک کنیم صفحه باز میشه به با عنوان سیو از که ما میتونیم پروژهمون رو ذخیره کنیم پروژه که حالا همچنان هنوز طراحی شروع نکرد اما ما میتونیم پروژه رو ذخیره سازی کنیم خب من یک پوشه به عنوان فرادرس درس میسازم و در اون پوژم نام پروژم رو تغییر میدم به فرادرس و سیو رو میزنم خوب اسمش تغییر کرد در قسمت ویندو هم میبینیم که نوسا برای پروژه های جاری در محیط طراحیمون رو اینجا تیک میزنه خب در زیر منوی اصلی نرم افزار ما سربرگ داریم با عنوان دیزاین پروتوتایپ و شیر البته گزینه دیگه هم داریم که علامت خونه هست که صفحه هوم نرم‌افزار صفحه ابتدایی که بهتون توضیح دادم در قسمت دیزاین سربرگی هست که ما طراحیمون انجام میدیم در قسمت پروتوتایپ ما ایجاد پروتوتایپ میکنیم برای آرت بورد هامون و در قسمت شیر هم ما میتونیم پروژمون رو به اشتراک بذاریم خب برمیگردیم به سربرگ دیزاین من توضیح پروتوتایپ رو نیز بهتون میدم که چی هست و چه کارایی داره اما خب قبل از این من حتما باید یه طراحی داشته باشم و بعد به سراغ پروتوتایپ برم برای همین به سربرگ دیزاین برگشتم تا یه سری توضیحات رو بهتون بدم این منوی که اینجا میبینی در کنار نوار ابزار هست این منوی است که از این قسمت فعال و غیر فعال میشه الان اینجا قسمت لایبرری نوار هست در قسمت بعدی ما قسمت لایرز رو داریم که لایه ها رو میبینیم و در قسمت انتهایی هم ما پلاگین ها رو داریم که خب بعد این قسمت بهتون گفتم من در مباحث دیگه این مورد رو بهتون آموزش خواهم داد خب با دوبار کلیک کردم و غیر فعال کردن این قسمت میتونیم قسمت رو حذف کنیم خب صفحه اصلیمون رو میبینید هیچ حاشیه دیده نمیشه و ما نمیتونیم بگیم که کجا محیط طراحیمون هست این هم به این دلیل هست که ما از پرست آماده ابتدایی نرم استفاده نکردیم کاستوم رو زدیم و الان نرم افزار منتظر این هست که ما برایش یک آرت بورد رو کنیم با اندازه دلخواهمون در نوار ابزار سمت چپ من ابزارهای مختلفی رو میبینم که خب قبل از هر چیز اگه بخوام به ترتیب توضیح بدم گزینه آرت بورد که این قسمت هست گزینه که اون آخر هست من ابتدا این رو توضیح میدم که بتونم به وسیله این یک صفحه طراحی رو درج کنم در پروژه خب من این رو کلیک میکنم همونطور که میبینید در سمت راست این منوی ظاهر شده البته این منو بود آه. وقتی من ابزار نشانگر رو انتخاب کرده بودم منو بود اما با انتخاب از این ابزارها این منو وابسته به این هست و تغییراتی رو داره خب من آرتبورد رو که انتخاب میکنم یه سری های آماده ای که نیاز داشتم رو اینجا برای من باز هم گذاشته و من میتونم از اینها استفاده کنم خب من چون همون کاستوم سایز رو انتخاب کردم با نگه داشتن کلدموس و درک کردن یک صفحه ای رو طراحی میکنم برای مثال این صفحه که شبیه به صفحه تلفن همراه است رو من طراحی میکنم خب الان ما دیگه میدونیم که صفحه طراحیمون کجا است محدوده ای که بخوام درونش طراحی داشته باشم خب در قسمت های بعدی منوی ابزار من ابزارهای مختلفی برای ترسیم اشکال مختلف دارم مثل مربع و مستطیل دایره مثلث و لاین و ابزار پرقدرت پن که برای طراحی های دلخواه هست ابزار تکس رو دارم برای اضافه کردن متن و ابزار زوم برای زوم کردن اما خب من برای راحتی کارم برای زوم کردن درون پروژه و نگه کل آرت و اسکرول کردن وقتی ابزار سلکت انتخاب هست زومین و زوم اوت رو انجام میدم در سمت راست هم یک منوی داشتیم که من گفتم خدمتتون با انتخاب کردن هر کدوم از این ابزارها این منو هم قابل تغییر هست برای مثال اگر این بالا میبینید که غیر فعال هست بابت این هست که خب من هیچ شیپی در تصویرم ترسیم نکردم برای مثال اگر من یک مربع رو طراحی کنم این منو هم روشن میشه و من میتونم تغییراتی رو انجام بدم خب قبل از هر چیز من یه سری توضیحات رو بدم از بدید رو پاک میکنم وقتی آرت بورد اصلیمون رو انتخاب کردیم قسمت فعالی رو میبینیم برای مثال قسمت ترانسفورم هست که برای تغییر مکان این آرت بورد و تغییر اندازه این آرت بورد میتونیم به صورت عددی این قسمت تغییرات رو انجام بدیم و اینکه خب میتونیم هم لند اسکیپ داشته باشیم هم به صورت پورتری در قسمت بعدی قسمت لایوت ما ریسپانسیو ری سایز رو داریم که با فعال کردنش گزینه واکنش بودن برای این آرت فعال میشه که اونم خب وقتی یه شیپی درون تصویر داشته باشیم و ما این آرت بوردمون رو تغییر سایز بدیم جا به جایی این شیپ درون این آرت بورد رو هم شاهد هستیم قسمت بعدی قسمت اسکرولینگ هست که ما میتونیم بر روی هیچ کدام و ورتیکال بزنیم که به عمودی اسکرول داشته باشه در قسمت بعدی ما میتونیم رنگ این آرت بوردمون رو تغییر بدیم در قسمت انتهایی هم خب قسمت گریت هست که ما میتونیم خطوطی رو اضافه کنیم یا مربع هایی رو اضافه کنیم اجازه من زوم بکنم مربع هایی رو اضافه کنیم که برای طراحیمون برای متقارم بودن طراحیمون بهتر بگم میتونیم از اینها استفاده کنیم این خطوط هم همینطور این خطوط در نرم نمایش داده نمیشن در هنگام اجرا فقط برای طراحی ما هستن خب من اینها رو خاموش میکنم یه مقدار رنگ رو تغییر میدم فقط قابل مشاهده خب بعد به سراغ ابزارهای دیگه میرم من یک مربع مستطیلی رو اینجا طراحی میکنم یه سری دایره در اطراف این مستطیل هست که خب اگر با نوسانات گرافیکی کار کرده باشی میدونید که برای تغییر سایز هست اما چهار تا دایره هم درون این مستطیل میبینید که برای انحنا دادن به گوشه های این مستطیلمون هست و اگر هم ما هر کدوم از اینها رو بخوایم فقط اون رو تکون بدیم کافی که لالت رو بگیم و یکی از اونها رو بکشیم فقط از همون گوشه این تغییر رو میتونیم انجام بدیم همین راحتیم با انتخاب این شیپمون در سمت راست ما یه سری ابزارهای فعال شده ای رو میبینیم که خب لازم میدونم من خدمتون عرض کنم اجازه بدید که من یه شیپ دیگه هم اضافه کنم برای مثال یک دایره رو اضافه میکنم با یک رنگ دیگه خب در قسمت فیلم میتونم رنگش رو عوض کنم رنگش رو عوض میکنم تا خدمتون توضیحاتش رو بده وقتی این دو تا رو با هم انتخاب کنیم گزینه های فعالی رو میبینیم برای مثال این گزینه گزینه است که میتونیم با استفاده از اون مرتب سازی شیپ هامون رو در روی صفحه داشته باشیم که میبینید از قسمت بالایی که خط نیست از قسمت بالایی اینها رو با هم مرتب میکنه یا برای مثال از قسمت پایین یا از سمت مرکز حالا میتونه در راستای افقی باشه یا در راستای عمودی قسمت بعدی قسمتی که ما میتونیم اشتراکات اجتماعات و یا چیزهایی از این دست از اشکالمون رو داشته باشیم برای مثال نگاه کنیم من این دو تا شکل رو همین میندازم حالا فقط میخوام قسمت هایی که با هم مشترک دارن رو نشون داده بشه میبینید همون قسمت رو به من نشون میده کنترل زد میزنم حالا چه رنگ سفید شد رنگ قرمز نشد به واسطه اینه که رنگ سفید رو اول طراحی کردیم حالا اگه بخوام جابجا کنیم فقط کافی به قسمت لایرز بریم و این دو تا لایه رو جابجا کنیم فقط کافی این دو تا لایه رو جابجا کنیم حالا قسمت مشترک رو بزنیم اون قسمت سفید حالا قرمز رنگ خب در قسمت بعدی مثل آرت بود میتونیم تغییراتی رو داشته باشیم در راستای افقی عمودی بودن پوزیشن موقعیت این شیپ هامون و یا سایز و اندازه های این طول عرض این شیپ همون و حتی نوع میزان چرخشی که میتونیم داشته باشیم مثلا من اینجا الان سی رو وارد میکنم و میبینیم سی درجه این شیپ همون چرخید. قسمت بعدی هم داریم مثل اینکه مثلا من این شیپ رو در راستای افقی حرکت آینوار بزنم و اون رو معکوس کنم و یا در راستای عمودی این کار رو بکنم و حتی میتونیم از قسمت هایی که داریم میزان نمایش شیپمون رو تغییر بدیم مثلا من مثلا میخوام فقط تا وسطش نمایش داده بشه یا در قسمت عمودی حتی مثلا از بالا فقط تا این قسمتش نمایش داده بشه میتونیم از این قسمت این رو داشته باشیم اگر بخوام از چهار چهار طرف بزنیم خب این گزینه رو فعال میکنیم و به راحتی این کار رو انجام میدیم تمام آیکون هایی که در نرم افزار هست به زبان بین کار شده در همه جای دنیا بتونن به راحتی ازش استفاده کنن گزینه بعدی گزینه از ممان فیکس پوزیشن و اسکرولینگ این گزینه برای زمانهایی هست که اگر ما طراحیمون طولانی‌تر بزرگتر شد و در راسته عمودی این آرت بوردمون جا نمی گرفت و نیازمند این بودیم که اگر این آرت بورد رو جابجا جا بکنیم اسکرول بدیم در راستای عمودی این شکل ها سر جاشون ثابت بمونن خلو من با فرض اینکه این آرت بوردمون بلند هست من این رو میکشم پایین